آقای حسن کامشاد، خیلی خوش آمدید به برنامه و خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. اوایل دهه 30 خورشیدی شما در اصفهان تصدیق شیشه ابتدایی رو گرفتین و دوست دارین مثل خیلی از همکلاسیاتون برین به دبیرستان ادب، ولی پدرتون میخواد شما رو ببره تو حجره در بازار و به شما یاد بده که چطوری تاجر پوست و روده بشین. ولی خب بالاخره شما سر از ادب در میارین، یعنی چطور این شما تونستین رأی پدرتون بزنید؟ نه، همطور که توی کتاب اومده، من رأی پدر رو بلافاصله نتوانستم بزنم، بلکه به کمک یکی از دوستانم که با مدیر مدرسه ادب خویشی داشت، با اینکه دو سه ماه از سال گذشته بود، من توانستم اونجا اسم بنویسم و دوست من گفته بود این والیبال و فوتبال چم خوبه و مدرسه ادب برای ورزش خیلی معروف بود و شاید به خاطر این من را گرفتن. ولی من اول رفتیم سراغ دایتون که در واقع پادرمیونی بکنه. حالا این بعدشه که من تا مدت ها به هیچ کس نگفتم که به اصطلاح من مدرسه‌ای که می‌رفتم هنرستان به اصطلاح صنعتی بود و اونجا رفته بودم رشته درودگری نجاری رو به اصطلاح بخونم. هر روزم که می‌رفتم یه انگشتم دستم چیزی زخم شد، بس بی استعداد دادم در این کار. لباسی هم که دادن، چون اون مدرسه رو آلمان‌ها درست کرده بودن و بیشتر به اصطلاح مدیران و رؤسا هم آلمانی بودن و عجیب دوره فاشیستی بود و عجیب با سختگیری مدرسه رو اداره میکردن. مثلا یه روز من یادمه که شلوار هنرستانم اشکالی پیدا کرده بود، نپوشیدم و یه شلوار دیگه بودم. مدیر مدرسه صبح همه رو به خط میکرد و بازدید میکرد. کسانی که لباسشون خیلی جور نبود آورد و طول مدرسه رو که دنبال رودخونه بود و واقعا یه چیز در حدود 100 متر بود، چهار دست و پا به ما گفت تهی کنید برید بیاید 10 بار. و وقتی تمام شد در واقع کاملا میگم دوره فاشیستی بود و این آدم هم آدمی بود که در آلمان دیسپلین پیدا کرد. به هر حال من وقتی که اسم خودم رو تانستم در مدرسه دبیرستان ادب بنویسم، تا مدت ها صبح توی خونه همون لباس فرم به اصطلاح هنرستان رو میپوشیدم، میمدم وسط راه کوچه سیبه کوچکی بود، میرفتم اونجا اون لباس رو در می‌آوردم، می‌ذاشتم تو کیفم و شورت و پیراهن خیلی شیک دبیرستان ادب رو می‌پوشتم و می‌رفتم. من کالج انگلیسی‌ها بودم. کالج انگلیسی‌ها بود و هنوز هم انگلیسی‌ها بودن. هنوز به اصطلاح خلعیت از اونها نشده بود. بعد از مدتی جریان رو به مادرم گفتم، چون مادرم خیلی ملایم‌تر بود. واقعیت چیه که من گفتم من دارم میرم مدرسه و درودگری می‌خونم. مادر منم از اول با رشته نجاری و درودگری مخالف بود، ولی جرأت مخالفت رو قبول کرد. بعد از مدتی با اون گفت و بابام قبول کرد و هیچ، ما شدیم عضو دبیرستان ادب. ولی دبیرستان ادب در واقع یه طوری سنگ بنای آینده‌تون هم گذاشت، یعنی اونجا بود که شما با کتابخونی و اینا خیلی آشنا شدید و خیلی کتابخون شدید و این هم از طریق یکی از دوستاتون بود به نام علی مراد که شما برحال اسمش توی کتابتون گذاشتین علی مراد. و این علی مراد بود که شیوه زندگیشو اینا فرق میکرد با بقیه و خیلی آدم کتابخونی بود. ایشون بود که شما را آشنا کرد با کتابخونی، درسته؟ شاید نه کاملا به این معنا، بلکه علی مراد من اصلا برد توی یک محیط دیگه ای، یه زندگی دیگه ای که توی خانواده پدری خودم که خانواده خیلی سنتی و مذهبی بود، من همچی چیزهایی ندیده بودم. علی مراد وقتی ما با هم آشنا شدیم، به هر حال آشنایی نزدیک پیدا کردیم و وقتی من رفتم خونه اون، خونهش در بهترین جای اصفهان، اون پل به اصطلاح چهارباغ و میدان معروف مجسمه اونجا بود، خونه خیلی درندشت بزرگی و کاملا اشرافی، برای که علی مراد نوه ظل سلطان بود و پدر و مادرش هر دو از خانواده های خیلی پولدار. اونچه من اونجا دیدم با زندگی قبلی کاملا فرق داشت. اینجا زن و مرد آزاد دائما مشغول ورق بازی بودند و رقص بودند و بکوب و ببند قیروزالک، چیزهایی که من زندگی ندیدم. از این که بگذاریم که یکم به مقداری چشم و گوش من علی مراد باز کرد، اونجا بود که به اصطلاح دیدم یه دنیای دیگه هم وجود داره. کتابخونی در واقع چند سال بعد شروع شد، یعنی کلاس شش ادبی و آشنایی با شاهرخ مسکوب.
کلاس های اول به اصطلاح متوسطه بیشتر به شیطنت و بازیگوشی و فوتبال و نمیدونم بسکتبال و والیبال این حرفا گذشت. یعنی کلاس شش ادبی شما گفتین تو کلاس شش ادبی بود که با شاهرخ آشنا، شاهرخ مسکوب آشنا شدید. شش ادبی بود که من با اولین بار شاهرخ رو اونجا دیدم و باز هم تا که توی کتاب مانده ما سن شش ادبی شما توی مدرسه صارمیه بود اون موقع دیگه، درسته؟ بله. من شش ادبی رو همراه دو تا از دوستانم که می‌خواستن برن کالج البرز، من هم رفتم کالج البرز، ولی کالج البرز به مذاق من نمی‌ساخت. اولا پدرم واقعا اونقدر بس امالی نداشت که به اصطلاح از مخارج شبان روزی اونجا برات، دوم اینکه محیط اونجا با وضع من جور در نیامد، اونجا خیلی خیلی زندگی نظامی و اشرافی و نمیدونم غیر ازالک بود. و به هر حال من برگشتم اصفهان، وقتی که برگشتم سه ماه از سال تحصیلی، سه چهار ماه گذشته بود، ولی باز همین خاندایی که میگم با مدیر مدرسه آشنا بود و من رو برد اونجا و قبول کرد. شاید همون هفته اول بود که من وارد صارمیه شدم و خب یه شاگرد کاملا جدیدی بودم، کلاس انشا که شد من نشستم یک انشای خیلی بالا بلند به اصطلاح پر آب و تابی نوشتم. دو نفر دیگه هم توی اون کلاس بودن، شاهرخ مسکوب و رحیمی، اینها هم انشاشون خوب بود و روزها وقتی که ما انشامو رو میخوندیم یه دیگه از انشای ما خوشون رو داریم ما دست میزدند و معلم هم به به و چه چه میگفت. ولی اون دوتا واقعا آدمایی بودن که کتاب خونده بودن، با سواد بودن، ذوق و شوق ادبی داشتن. من حقیقتش کارم سرقت ادبی بود، داشتم به اصطلاح از نویسنده‌های رمانتیک فرانسوی اینا می‌شدم، کتاب‌های همین حمید رو بود. بذارید من یه چیزی چیز رو بخونم، چیزی که شاهرخ به شما گفته بود اون موقع بعد از اینکه انشاءاتون رو می‌نوشتین و به قول خودتون سرقت ادبی می‌کردین. شاهرخ یه دفعه به شما میگه که میگه این مهملا چه روی کاغذ میاری و نسخارهای قلابی بی ارزش رمانتیک‌های فرانسوی را به خود معلم بی خبر و شاگردا میدی؟ چرا به جای اینها کتاب درست حسابی نمی‌خونی؟ و کتاب درست حسابیه که معرفی کرده چی بود؟ و من میگم که منظورتون و اون میگه که پول نقد چقدر داری تو جیبت، من میگم 5 ریال نمیدونم فلان غیر ازاله که بقیه پولم از خونه میگه فردا بیار این برد بینه همونجا توی شلوغی میده به از شاگردای همکلاسی ما. و این پسر اون وحید دستگردی بود که یک مثلا ادیب معروفی بود و یه مجله هم در اصفهان داشت و کتابخانه بزرگی. پسر میرفت از کتابخانه پدرش بلند میکرد بیورد، بنابراین اولین چیزی که آوردن قابوسنامه بود، تاریخ بیهقی بود و به نظرم یه سیاستنامه و چند تا به هر حال چیزهای دیگه. و عصرش برای اولین بار من رفتم خونه شاهرخ و نشستیم و تاریخ بیهقی را خوندیم و بعد خیلی طول نگذشت که فهمیدم شاهرخ مسکوب آدم واردیه، تاریخ بیهقی را به خوبی میدونید، تمام اشکالات من را میتوانید به سادگی رفع و رجوع بکنید. و از اونجا بود که پای دوستی ما ریخته شد و یکی دوستی ادامه داری که من در طول زندگیم چنانچه خواهید دید سر بزنگاه های مهم زندگی بخت و شانس اومده، حالا تصادف هر چیز میخواد بگذارید اومده سراغم. این یکی از اون بزنگاه ها بود، این برخورد من با شاهرخ و دوستیم با شاهرخ که به اصطلاح آینده ما رقم زد. از اون به بعد دیگه توی همه مراحل زندگی در همه حتی در عروسی تو در همه گذشتش ما دیگه دائما با هم بودیم و یا هم اتاق بودیم یا هم کلاس بودیم. خب اتفاقا همین شما بعد از این که به اصطلاح تو مدرسه صارمیه رو تموم میکنین با شاهرخ میرین تهران تو دانشکده حقوق قبول میشین که برین اونجا و همخونه میشین، یعنی هم اتاق میشین با هم دیگه توی تهران، تو خونه یک آسوری اتاق میگیرین اونجا خانم آسوری. بله. و اونجاست به همین دلیلی که شما خودتون گفتین که شاهرخ خیلی اهل کتاب و از نرفا بود و یه گرایش هایی هم به حزب توده پیدا کرده بود اون موقع. بله. و اولین بارم شما با نویسنده های دیگه آشنا میکرد و شما رو برد با همدیگه رفتین توی کنگره، اولین کنگره نویسندگان. توضیح بدین چی بود اون کنگره؟ البته خیلی توضیح ندادین توی کتابتون در مورد اون کنگره. کنگره نویسندگان باز یکی از ابتکارات به اصطلاح شوروی بود که سفارت شوروی در تهران این رو دنبالش بود و دعوت کرده بودن، بنابراین خب تمام تمایلات چپی بود، ولی خب آدم‌های
ادیب سرشناس هم برخورد دادن تو اینها. ملک الشعرا مثلا رئیس کنگره بود و صادق هدایت مثل یک بچه یتیم مثلا اون گوشه هیئت مدیره نشسته بود، خودش رو واقعا پشت دیگران مخفی کرده بود و کسان دیگه هم آدمای سرشناس اونجا بودن. تمام اینها با دعوت بود، دعوت برای کسانی که اهل قلم بودن غیر و ذالک. دکتر شایگان که استاد حقوق مدنی ما بود، اون هم جزو هیئت رئیسه این به اصطلاح کنگره بود و ما رفتیم دست به دامنه و شدیم که ما هم شوق و سودای نویسندگی داریم، میشد با بیایم استفاده کنیم از اینها. برای ما یک کارت مخصوص تهیه کرد و رفتیم اونجا میشستیم و واقعا تماشا میکردیم و خب همه ی آدم های سرشناس و اهل قلم اونجا بودن. همونطور که گفتم شاهرخ اون موقع، شاهرخ مسکوب دیگه سمپات حزب توده شده بود و شما در کتابتون میگین که از بین دوستای شما اولین کسی بود که رسما عضو حزب توده شد. ما همه به اصطلاح به خصوص کسانی که از اصفهان اومده بودیم سمپاتی حزب توده پیدا کردیم، منتها هر کدوم بسته به ذوق و شوق و شعور و به اصطلاح جرأتمون. شاهرخ اولین کسی بود که رفت عضو رسمی حزب شد. ما سمپاتیزان موندیم. در مورد من بیشتر به خاطر وضع مالی پدرم. خب بعدن باز ممکنه بهش پرسید. حالا شما در مورد اون زمان میگی که اولا توی کتابتون یک جایی در واقع اون گرایشتون به حزب توده اینا رو اون اوائلش قبل از اینکه عضو بشین اینا رو یک اصطلاحی به کار بردین، لاسیدن با حزب توده. کاملا لاسیدن بود، برای اینکه ما هر روز عصر که میشد این جماعت اصفهانی 7-8 که بودیم دانشکده را میافتادیم، میرفتیم کلوب حزب توده خیابان فردوسی و میشستیم اونجا و ما تو مبهوت به سخنرانی ها گوش میدادیم. احسان طبری، نمیدونم دکتر کشاورز، قاسمی، فلان فلان، که همشون آدم های سخنران خیلی مبرز بودن و برای ما آدم های خیلی جالب. حرفایی که اونجا میشنیدیم کاملا حرفای تازه بود، بنابراین یه مقدار تمایلات در ما به وجود آمده بود. بعد از شاهرخ مثلا به دوست دیگه اون شاپور والیپور اون رفت. آره، ولی با این حال مثلا اینا رو میدیدین خیلی هم مجذوب این مسائل میشدین، ولی شما یه جایی هم باز میگین که ساده دل و توهی ذهن بودیم و گزافه گویی های حزب هوش از سرمون رو بوده بود. ما وقتی از اصفهان آمدیم واقعا آدم های چشم و گوش بسته بودیم. باز یه جایی گفتم روز اولی که ما وارد سرسرای دانشکده حقوق شدیم یه آقای بالای پلکان ایستاده بود، مش کرده بود، هم گفت دنیا چه بخواهد چه نخواهد رو به کمونیسم میرود، مارکسیست، نمیدونم لنینیست فلان. ما این جماعت اصفهانی به هم نگاه کردیم، مارکسیست، لنینیست، کمونیست، همه اینها بر ما تازگی داشت. بنابراین چشم و گوش بسته بودیم به تمام معنا. بالاخره شما لیسانس حقوق رو گرفتین و در شرکت نفت استخدام شدین اون موقع و خیلی جالبه که اون موقع توی یک بورسیه هم شرکت میکنین که قبول میشین، امتحان میدین و قبول میشین، بورسیه تحصیلی فولبرایت برای تحصیل در دانشگاه امریکا. اینو که میگیرین شما خیلی خوشحال میشین و اینو خبرش رو به شاهرخ مسکوب میدین و شاهرخ در جواب به شما میگه که در این گیرودار آقا میخوان برون امریکا که چه غلطی بکنند؟ میخوایی بروی انگلیسی یاد بگیری یا ایشونوش کنی؟ و بعد شما چه کار کردین؟ واکنش شما چی بود به این صحبت های شاهرخ؟ من مسجد سلیمان بودم. به ما لیسانس ها یه چادر داده بودن، توی چادر زندگی میکردیم. من از چادرم در مدام تو این تپه ماهورهای به سلامت سلیمان افتان و خیزان میرفتم، نامه شاهرخ رو میخوندم و باز میخوندم و همینطور عشق میریختم، برای اینکه چنان نوشته بود و شاهرخ خیلی بر من عزیز بود و خیلی به من نزدیک بود و دیدم راست میگه. چند تا از دوستان ما رو گرفته بودن، توی زندان بودن، زیر شکنجه بودن، فلان غیر و ذلک. من همه اینا رو فراموش کردم، البته من اون موقع عضو رسمی حزب نبودم و میخواستم برم آمریکا. بله، می‌خواستم برم آمریکا، عیش و عشرت بکنم، خوش بگذارنم، دنیا رو ببینم. من تا حالا خارج نرفته بودم به هر حال تا اون موقع و اون چنون نامه شاهرخ در من مؤثر افتاد که تمام اوراق فولبرایت رو پاره کردم و ریختم و رفتم بلافاصله عضو حزب توده شدم.
و از اون موقع البته در اون زمان بعد از این ماجرا چون امریکا که نرفتین و فلان اینا ظاهرا به توصیه شاهرخ مسکوب شما اون سیتیزن تامپین رو هم ترجمه کردید. آره نامه بعدی شاهرخ که اومد یک کتابم باش بود سیتیزن تامپین که من موقع تام رو توم خونده بودم از بی سوادی چون تی او ام بود و این را فرستاده بود گفته بود میخوایی انگلیسی یاد بگیری بشین این را ترجمه بکن لزومی ندارد بری آمریکا و فلان و من نشستم توی همون تپه ماهور و توی اون چادر زور زدن و با کمک دیکشنری حیم لغت به لغت را خوندن و موقع انگلیسی خیلی کم میدونستم و این را ترجمه کردم به اصطلاح منتها پر از غلط غلوط الان متاسفانه سالهای سال الان شاید 50 60 سال از اون موقع میگذره یه نسخه خودم هم ندارم و خیلی دلم میخواد یه نسخه از این گیر بیارم چه حجمیات بینندگانی که ببینن نسخه داشته باشن چه حجمیات اونجا من نوشتم و سالهای بعد علیرضا حیدری از من خواست که این رو تجدید نظر داشته بکنم با یه ویرایش جدید و یه ترجمه نسبتاً بهتر در اومده و خیلی هم موفق بوده کتاب. خب حالا یک خیلی مختصری راجع به فعالیتتون در حزب توده صحبت می‌کنیم بعد بریم سراغ بقیه سوالایی که دارم ازتون. حالا شما اون موقع در شرکت نفت که بودین بعد رفتین عضو حزب توده شدین و از آبادان به مسجد سلیمان بعد به اهواز منتقل شدین و در اهواز خیلی جالبه میگین که شما در اونجا یک کار دومی هم داشتین که در اداره روابط صنعتی بود یعنی سر و کارتون با کارگرا بود که شکایت های کارگرا رو بررسی میکردین میدیدون اینا و در این حال چون حزب توده بودین سامپاتی هم به کارگرا داشتین باید منافع اونا رو هم در نظر میگرفتین و میگن از اون پس تا اهواز بودم نقش خنده‌داری پیدا کرده بودم روزها همراه دیگر نمایندگان کارفرما با رئیس اداره کار به نمایندگی دولت و نمایندگان کارگران که تقریبا همه توده‌ای بودن به گفتگو و جر و بحث می‌نشستیم و شب‌ها به حوزه کارگران می‌رفتم و به اونها یاد می‌دادم که روز بعد در جلسه چی بگویند این داستان جالبیه در جوانی بود دیگه و بی تجربگی من دو بار در واقع به اهواز منتقل شدم این اولی از آبادان بود که تو برای یک سال منتقل شدم که رئیس روابط عمومی رو روابط صنعتی رو فرستاده بودن به مرخصی و من رفتم اونجا خونه و اتومبیل و نمیدونم تمام چیزای اون رو در اختیارم گذاشتن و این اتفاقات می افتاد ولی نقش دوگانتون رو بعدا رؤسات فهمیدن برای اینکه منتقلت کردن به مسجد سلیمان وقتی فرمان که من به جاش بودم آمد و این جریانات رو دید رفت یه مقدار کنجکاوی کرد و رئیس اداره کار غیرمزادی که باش دوست بودن گفتن یه همچیزهایی بود و این رفت به اون موقع هم انگلیس ها بودن رؤسای مثلا ناحیه اهواز و گفت و من منتقل کردن به مسجد سلیمان و اداره ترینینگ آموزش دفعه دوم از مسجد سلیمان من رفتم به اهواز و اونجاش که وارد فعالیت های حزبی شدم حالا وقتی که مثلا در بخشی از فعالیت‌های حزبیتون شما رو انتخاب می‌کنن که به نمایندگی از طرف خلق خوزستان به کنگره صلح که در وین بود برید و اونجا خیلی جالب ماجراهایی که تعریف می‌کنید و دو تا آیت اللهی که همراه شما بودن جمله ماجرای آیت الله کمره‌ای که توضیح میدین البته ما فرصت نداریم که وارد این جزئیات بشیم ولی خیلی شرح جالبی میدین در اونجا از اون شرکتتون در اون بیان و کنفرانس صلح ولی خب شما میگین که قبل از کودتا کودتای 28 مرداد شما در مورد حزب دچار تردید شده بود یعنی تردید به دلم را افتاده بود همطور که خودتون میگید به جانم افتاده بود ولی تو رو دربازی گیر کرده بودید و چشم بسته به قول خودتون در خواب خرگوشی به ماموریت های حزبی ادامه میدادید خب تردیدتون سر چی بود اون موقع دولت مصدق سر کار بود نفت رو ملی کرده بودن انگلیس ها رو بیرون کرده بودن کسانی اومده بودن مهندس بازرگان بود نمیدونم غیر ازاله که اومده بودن تحویل گرفته بودن و داشتن یه کارهایی میکردن به هر حال به نفع مملکت و که جنبه ملی داشت و در این حین در این حیث و بیس حزب توده داشت مخالفت میکرد با دولت مصدق و توی حوزه های حزبی شبا به ما گفتن که فردا برید چوب لاچرخه این بکنید اونجا رو نمیدونم چه کار بکنید اونجا رو چه نکنید غیر ازاله که تمامش مخالف بود با اون
فعالیت و مرام مصدق و ملیون و موقع. خب این تغییرتون از اینجا شروع شد. کسانی که فرض بکن رفته بودن نمیدونم در شوروی تحصیل کرده بودن، در شوروی زندگی کرده بودن، غیرزار، خب اونا دست نشانده بودن، اونا شاید میفهمیدن که علت نشه. ولی ما که چشم گوش بسته اومده بودیم و روی به اصطلاح شوق و ذوق ملی و غیرزالک و خدمت به وطن و و و کار کردیم، یه دفعه برای ما علامت سوال پیدا شد. خب چرا؟ چرا این مخالفت ها؟ و حالا شما در اصطلاح عضویتتون در حزب توده همونطور که گفتیم شارخ مسکوب خیلی نقش موثری داشت، ولی آیا در تردیدهاتون و بریدن از حزب هم نقشی داشت؟ نمیدونم این در کدوم برهه از زندگیه، ولی من در اهواز وقتی که آمدم از مسجد سلیمان به دستور حزب خودم رو منتقل کردم به اهواز و رفتم یک خونه خیلی بلند با بزرگ پرتی گرفتم، برای این بود که اونجا مرکز فعالیت‌های حزب توده در خوزستان بود و کسی که مسئول تشکیلات خوزستان بود با اسم به اصطلاح ساختگی توی خونه من زندگی میکرد. بنابراین اونجا خب یه فعالیت هایی میشد، چیزهایی دیده میشد غیر از آن، و من 100% خودم رو گذاشتم در اختیار حزب و فعالیت میکردم اونجا. ولی به هر حال حالا کودتا شد و به هر حال شما هم دیگه رفته بودین تهران و دیگه برنگشتین به اهواز و با پادرمیانی آقای گلستان و آقای دیگه ای که رئیس اداره تدارکات یا هم چیزی شرکت نفت بود، در شرکت نفت شما در منتقل شدین به تهران و در تهران کار کردین و اونجا بود که با آقای ابراهیم گلستان همکار شدین عملا. خب حالا اون تو بابوی بود که کودتا شده بود، رفقای شما رو میگرفتن و تشکیلات حزب اصلا پاشیده بود و توی شما تو تهران بالاخره مستقر شده بودید و همکار شده با آقای گلستان و یک روزی آقای گلستان میاد اداره و به شما، من حالا نقل به مضمون میکنم خیلی کوتاه شده شو، به شما میگه که اگر در روزهای دشوار که تشکیلات حزب توده داره ازم میپاشه و رفقاتون داره به زندان میفتن و هر روز صبح که از خونه میای بیرون نمیدونی که آخر شب بتونی برگردی به خونتون یا نه، سالم برمیگردی یا نه، یکی بیاد بهت بگه که دوست داری بری دانشگاه کمبریج زبان ادبیات فارسی درس بدی، چی بهش میگی؟ این حرفی بود که ابراهیم گلستان به شما زد. خب شما فکر میکردین که داره سر به سرتون میذاره، میگه که بابا دست سرم وردار اینا، ولی واقعیت داشت کاملا. ولی برای من اونقدر تعجب به اصطلاح آمیز بود که نمیتونستم باور بکنم، و چون گلستانم میشناختم که آدمی است که به هر حال از این جور گندگویی ها بلده برای اذیت کردن و سر به سر دیگران گذاشتن بکنه، اینه که اصلا باور نکردم. جریان این بود که باز این هم یکی از اون بزنگاه های زندگی من و یکی از اون شانس ها. من آخر کتاب که کسی دوست ازم میپرسد که نه هم زندگی تو در نتیجه فعالیت خودت بود و غیر از ذلك، میگم نه بخت بود و تصادف بود، یا به قول همشهری های اصفهانی هم خرشانسی بود. واقعا من از این اگه بخوایم خرشانسی بگیم تو زندگی یکی و دوتا نداشتم، مرتب سر به زنگاه ها بوده. بنابراین اون روز گلستان تصادفا رفته بود در یک سمیناری که درست شده بود برای ابو علی سینا یا هم چیزی بود، و پروفسور دانش فارسی دانشگاه کمبریج هم توی اون جلسه شرکت داشته و تصادفا صندلی پهلوی صندلی گلستان نشسته بوده. ضمن یکی از تنفس‌ها اینا صحبت میکنن به هم دیگه، میگه من ضمن اینکه اومدم برای شرکت در این کنگره میخوام یه نفرم به عنوان معاون خودم دستیار و استاد در کمبریج که فارسی اینها دست بده. من اتفاقا وقتی مد سلیمان بودم کارم این بود که به این دریلرها، چارکنها فارسی درس میدادم، انگلیسی درس میدادم، و به نرس هایی که از انگلستان میمدن فارسی. بنابراین هر دو کار رو در مدرسه کردم. این تو ذهن گلستان بود. بلافاصله گفت ما آدم داری سراغ دارم که این کار کرده، این کار کرده غیر روزانه. گفتم من دلم خواهد این بابا رو ببینم. بنابراین گلستان نمیمد صاف اینها پوسکنده برای من تعریف کنه.
با اون لعنش گفت اگر فلان و فلان و فلان و فلان من گفتم بذار گلستان کارم رو بکنم و این ادامه پیدا کرد تا ساعت 5 بعد از ظهر هی اون تکرار کرد عین همون رو هر بار من گفتم گلستان امروز دیگه چه این چه وضعیه فلان اصلا بالاخره ساعت 5 اون به التماس افتاد گفت من این بابات منتظرته گفتم آره میرم نمیدونم چاکرشم هستم تا آخر عمرم هم منت گزارشم و و و و خب این اول میگفتی تلفن رو برداشت به شماره گرفت که ظاهرا هتل دربند بود گفت پروفسور لیوی و شروع کرد یه چند کلمه انگلیسی حرف زدن و گفتش که میاد تا نیم ساعت دیگه میاد خدمتتون گوشی رو گذاشت گفت فورا سوار ماشین شو برو هتل دربند پروفسور لیوی اونجا منتظرت نشسته و من تمام مدت که میرفتم تا اونجا فکر کردم وقتی میرسم دم هتل دربند یه عده از دوستان مشترک اون اونجا ایستادن و شروع میکنن به هو 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 زدن ولی به هر حال این موقع دوستان ما رو در تهران مثل شاروخ مثل نمیدونم موشاپور و چند تا دیگر رو گرفته بودن زندان بودن و تحت شرایط خیلی بعد بعد از 28 مرداد ما چون خوشبختانه در شهرستان ها به اصطلاح فعالیت داشتیم هنوز به اصطلاح تیمور بختیار دستش به شهرستان ها نرسیده بود فرماندار نظامی شده بود برنامه‌ریزی قصر در رفتیم به تمام من آقای کامشاد ما بالاخره در بخش اول صحبت کردیم که بعد از ماجراهایی که در ایران داشتید به کمبریج رفتید برای تدریس زبان فارسی و اونجا که وارد شدید و کتابایی که قرار بود درس بدید دیدید متوجه شدید که این کتابها خیلی هم به درد میخورن وقت چه کار کردید؟ خب یه مقداری واقعا به تعجب کردم که دانشجوی انگلیسی که میاد و هنوز الفبای فارسی را نمیخونه میخوان فرض کنید نمیدونم گرشاسب نامه یا تاریخ نمیدونم مغول و فلان را به زبان فارسی بخورید که برای تحصیل کرده های ایران هم یه مقدار خوندنش مشکله جزو کتاب های کهنی هستند که فقط بین فضلا به اصطلاح خریدار داره و رفت آمد داره ولی وقتی این رو با اون کسی که رئیس و مسئول به اصطلاح اون بخش رو در میان گذاشتم گفت این سنته در کمبریج و در انگلستان خصوص در کمبریج و آکسفورد سنته که حکومت میکنه چون این رو ادوارد براون فرض بکنید و قبل از اون نیکلسون فرض بکنید تدریس میکرده و همینطور آمده و به ما رسیده ما جرأت دست زدن به این نداریم و بایستی تدریس کنیم خب من دیدم با سنت و انگلستان و کمبریج و غیره که نمیتوانم در بیفتم بنابراین رفتم و شروع کردم و این کتاب ها رو یک یک خوندن و جزئیاتشون رو به اصطلاح به خاطر سپردن که بتوانم اونجا تدریس کنم و برای شاگردی تازه وارد که میاد اینها رو شرح بدم پنج سالی که من اونجا بودم به تدریج دیدم نه اونقدر هم که میگن اینجا انضباط و فرض بکن بگیر ببندی در کار نیست بنابراین یه مقدار به خصوص که داشتم تز فارغ و تحصیلی و برای دکترا درباره زبان معاصر و جدید فارسی می نوشتم و با نویسندگان معاصر مثل صادق هدایت بزرگ علوی نمیدونم حجازی غیر وزالک و نوشته هاشون سر و کار داشتم شروع کردم اینها رو قطعاتی ازشون رو آوردن تو کلاس و یواش یواش خوندن و دیدم که خب چه استقبالی دانشجو این در واقع یک به اصطلاح کتاب درسی رو تألیف کردید که اسمش گذاشتین مدرن پرشن پروز ریدر بله بله بعد از اون که به اصطلاح اون تز تحصیلی منو انتشارات کمبریج چاپ کرد خود اونها از من خواستم که آیا میشد این نویسندگانی که اونجا شرح حالشون و کارها و آثارشون رو به اصطلاح نقد کردید و جزئیاتش رو بررسی کردید نمونه های از نسل نویسی اینها رو هم به ما بدید و طی یک کتابی منتشر بکنیم خب یکیش که مادرن پرشن پروز لیتریچر بود حالا این یکی شد مادرن پرشن پروز ریدر یه ریدر یه مثلا کتاب قرائتی بود از کارهایی که نویسندگان معاصر کرده بودن بله اینم منتشر شد در کمبریج و سالهای سال در دانشگاه های مختلف آمریکا و انگلیس تدریس می شد و
شاید ها میخواد. شما اشاره کردیم به اینکه در دوره‌ای که دکتراتون رو می‌گذروندید در کمبریج، و خیلی جالبه که تو این پروسه صدا کار تحقیقتون برای دکتراتون مثلا مترجم واقعی کتاب حاجی بابای اصفهانی رو کشف میکنید. جزئیاتش این بود که سالهای سال به اصطلاح اون کرمانی رو مترجم به اصطلاح حاجی بابا میشناختن. علتش هم این بود که اون نسخه‌ای که پیش اون مونده بود از مترجم به اصطلاح واقعی که یکی از همشهری‌های من اصفهانی بود، این رو توی اساس و به اصطلاح دارایی اون کرمانی مونده بود و بعد از اینکه فوت کرد ورثش فکر کردن خب اینها کارهایش که این کرده موقعی که در استانبول بوده، و سالهای سال مترجم رو او میشناختن، در حالی که مترجم واقعی حاج موسای به اصطلاح حبیب اصفهانی بود. من این رو جز نامه های براون که در کتابخانه کمبریج محفوظه و میخوندم برای کار خودم، یک دفعه به این نامه برخوردم که خود این کسی که همه مترجم حاجی بابا میشناسندش به براون نامه نوشته و گفته نه، اصفهانی بود که این رو ترجمه کرد از لغت فرانسه و این الان ترجمهش پهلوی منه و از من خواسته به شما بنویسم که آیا ممکنه این رو بفرستم برای شما در انگلستان به چاپ برسونید. خب این به اصطلاح دیگه از این سندی کاملا روشن شد. ولی با این حال شما آقای کامچاد این کشف رو کردید، ولی این کشف رو تو برای سالها به حساب دیگران گذاشته شد، از جمله جمالزاده و مینوی و غیره. نه، علتش این بود که خب موقعی که من تز تحصیلیم رو نوشتم و به اصطلاح ارائه کردم برای امتحانات و به اصطلاح پایان نامم، چاپ نشده بود. 6 سال 7 سال بعدش این کتاب چاپ شد و بعدم به انگلیسی بود و در انگلستان و آمریکا فرض بکن فروش رفت، به ایران نرسید. و بنابراین این موضوع مبهمون. من یک موقع کمبریج بودم و این کار کردم، در یکی از سفرهام که رفته بودم جمالزاده رو ببینم در ژنو، برای او گفتم من یه هم چیزی کشف کردم، یه هم چیزی کردم. گفت خیر، ممکنه، چطور ممکنه حبیب اصفهانی فلان بساط؟ گفتم خب من دارم نامش رو دارم غیر دارم. و اینها رو من بر جمالزاده فرستادم اون موقع، چون وقتی رفتم پل جمالزاده دوتا اصفهانی به هم افتاده بودن و خیلی به هم دیگه نزدیک شدیم، واقعا فکر میکردم مثلا شایبه‌ای در کار نباشه. خب بعدم مینوی چون در استانبول و کتابخانه های اونجا سالهای سال وقت گذرون و بین کتاب ها و غیر ازادک غرق مطالعه بود، خب اونم به چیزی برخورد سالها بعدش، در حالی که فرض بکنه خانلری و خیلی جای دیگه گفته بودن نه، مترجم همون کرمانیه. کتاب من به فارسی تا 30 سال 40 سال بعدش در نیامده بود. بنابراین اینها اون ادعا رو کردن، منم خیلی اون موقع حقیقتش اهمیت ندادم، بلکه من رفته بودم از دنیای دانشگاه و غیر از ذلك بیرون توی شرکت نفت و چنون غرق کارهای شرکت نفت و امور بین المللی و سفرهای نمیدونم دور و دراز به اینجا و اونجا بودم که دیگه خیلی متوجه اوضاع احوال ادبی و دنیای بسته ادب نبودم. حالا در دورانی که در کمبریج بودید با افراد مختلفی، آدم های بسیار سرشناسی سرکله میزدید و اینا، و از جمله یک ملاقاتی داشتین با جواهر لال نهرو، نخست وزیر وقت هند، که این هم داستان جالبی تو کتابتون توضیح میدید. من شاگردهای مختلفی داشتم، از جمله یه نفر هندی بود شاگرد من، و این چون قرار بود برد به سفارت هند در تهران، قبلا فرستاده بودند یکی دو سال در کمبریج فارسی بخونه، آمادگی پیدا کنه برای سمتی که قرار بود در ایران در سفارت هند داشته باشه. و این یک روز به من گفتش که قراره جواهر نهرو بیاد اینجا کمبریج و یه سخنرانی بکنه، مایلی تو هم بیای اونجا؟ چون با دعوت بود همه اینها. گفتم البته، این دیگه افتخاریش بر من. دعوتنامه آورد برای من و من روز موعود رفتم اونجا. و خب نهرو اصلا آمدنش رو، صحبتش رو، همه کارهاش یه مقداری مثلا دراماتیک بود، واقعا جنبه تئاتری داشت. وقتی که آمد اونجا و رفت که
توی اون اتحادیه به اصطلاح دانشجویان سخنرانی بکنه، رفت پشت تریبون و در حدود 2-3 دقیقه ساکت پشت تریبون ایستاده بود، مثل اینکه زبانش بند اومده بود، الکم بود، نمیتونه صحبت بکنه. یک دفعه قاه قاه زد زیر خنده و گفت من 40 سال پیش توی همین دانشگاه دانشجو بودم، توی این کالج ترینیتی که در اینجا چند قدم با اینجا فاصله نداره به اصطلاح تحصیل میکردم و شبهای چهارشنبه میمدم جلسات این یونیون دانشجویان، اون صندلی اون گوشه میرفتم، کز میکردم، میشستم و من یه محصل به اصطلاح مستعمراتی بودم اینجا تو سر خور بودم، کاری نمیتونستم، از دستم ساخته بود. میشستم میگم خیلی به کرات پیش آمد که من اون چیزی که سخنران میگفت غلط بود، اشتباه بود، درست نبود و من میتوانستم سوال بکنم، ایراد بگیرم، غیر از ذلک، ولی لام تا کام حرفی نمیزدم، میشستم اونجا. و الان یک دفعه بعد از 40 سال آمدم اینجا، این ابهت اینجا منو گرفت. یاد اون روزها افتادم، یادم رفت که من الان نخست وزیر هند هستم، اینجور اینجور اینجور. و بعد از این مقدمه که عجیب با استقبال دانشجوها مواجه شد و پا شدند و مدتی برش دست می زدند، شروع کرد سخنرانیش کرد راجع به بسلا. ولی بعدا شما حضوراً هم ملاقات کردید؟ بعد از این سخنرانی یه جلسه، یه بسلا مهمونی، بسلا چای قهوه و غیروزاری بود، همه رفتن دور هم جمع شدن و این شاگرد من که یه نسبتی هم با نهرو داشت رفت و منو برداشت برد پرو نهرو و معرفی کرد که این استاد من فلان بساط از ایران میاد. من برای خودشیرینی در اونجا یه دفعه روز به حرفان به ایشون گفتم ای کاش ما هم در ایران یه شخصیتی مثل شما میداشتیم. یک دفعه با صدای بلند من گفت شما مصدق داشتید، باش چه کردید؟ و من اصلا دیگه حرفی نمیتونستم بزنم. این مواجهه من با آره. حالا شما به هر حال دوره کمبریجیتون تموم شد و شما برگشتین به ایران و سعی کردین که دوباره برگردین به شرکت نفت. من استخدام نکردن و من بعد ناچار شدم برم کنسرسیوم که اون هم خب شرکت نفتی بود و اونجا کار بود. اونجا کار می‌گرفتین. ولی همون موقع بود که وزیر دربار ایران آقای علا به شما نامه فرستاد و گفته بود که می‌خوان شما رو ببینن. یکی از روزهایی که من رفته بودم و در هیس و بیس بستاین استخدام شرکت نفت بودم و جواب منفی میشنیدم، یک دفعه یه نامه اومد و از پشت نامه و پاکت معلوم بود که از درباره و من عجیب تعجب کردم دربار بر من نامه برچی میرسه. نامه از آقای علا بود و نگو آقای علا با پروفسور لیوی که استاد راهنمای من بود اونجا هم کلاس بودن، اینها در آکسفورد بود با هم دیگه درس خوندن. لیوی بدون که من خبری بدید یه نامه نوشته بود به علا که حسن کامشاد با این مشخصات اومد 5 سال اینجا تدریس کرد، تحصیل کرد، فلان فلان و حیفه که از جوانهای مثل ایشون در ایران استفاده نشه. و خب علا کنجکاو شده بود، نامه نوشته بود که حداقل یه سفارش دوستش رو با یه ملاقاتی من انجام بده. وقتی من رفتم اونجا و این رو بهم گفت و گفت خب چه کار میکنی؟ گفتم رفتم شرکت نفت که کار بگیرم، ولی هنوز بهم ندادند در مصاحبه و غیر از الکانی هستیم. گفت نه عجله نکن، من فردا با اعلیحضرت در میون بگذارم، اعلیحضرت به جوانای مثل شما خیلی احتیاج دارند، احترام دارند، شاید یه کار دیگه برات بشه. چیزی نمیتونستم بگم، کاری نمیتونستم بکنم. 2-3 روز بعد نامه ای باز آمد که بریم به دیدن ایشون. گفت من با اعلیحضرت در میون گذاشتم و معلوم شد که یه هیئتی داره از ایران برای میرد برای کنفرانس مورال ری آرمامنت، تسلیحات اخلاقی. و اعلیحضرت گفتن که ایشون که خب انگلیسی خوب میدونه سرپرستی این هیئت رو قبول کنن، برن اینا یکی 2 هفته اونجا هستن، بعد برگردن ببینیم که خب چه کاری بهشون بدیم. و از همونجا از مثلا دفتر علا ماشین دربار منو برداشت و برد نخست وزیری. دکتر اقبال نخست وزیر بود،
معاونش دکتر کیان را صدا کرد. دکتر کیان با من یه نسبت و آشنایی هم داشت و دکتر کیان من با یه نامه ما را فرستاد وزارت خارجه و خلاصه در سایتون ندم. بلافاصله عصرش هم گفتن بیا اینجا آشنایی پیدا کنید با هیئتی که میرید. ما رفتیم دیدید که خب من یه جوانه فرض کنید 34 سال 5 ساله بودم اون موقع. یه دفعه دیدم که یه هیئتی پیرمردهای فلان همه مدیر کلای وزارتخانه‌های مختلف بودن، اینها رو میفرستادن به مراری آرمند. حالا مثلا شما خیلی جالبه که شما یک با اون سابقه با اون دوستیتون که با افرادی مثل شارخ مسکوب داشتین که به هر حال کماکان از نظر دید چپ بودن و مخالف نظام حاکم بودن، شما میرین از طرف اعلیحضرت میرین به کنفرانسی که عملا یک کنفرانس ضد کمونیستیه. مثلا شارخ در این موقع چی در این مورد ایجاق صحبت کردی با چیزی بهت گفت شارخ مسکوب؟ ما درست وقتی که از این سفر برگشتیم و رفتیم و پیش آقای علا گزارش کارمون رو دادیم و گفت من فردا در شرف یابیم، این رو میگم موفقیت بزرگی بوده برای ایران. همون شب شارخ اومده بود اتفاقا شام پهلوی ما و من برای شارخ این رو تعریف کردم. شامشون خورد و بیش از همیشه با سکوت به اصطلاح برگزار شد دیدارمون. فردا صبح واقعا هنوز آفتاب نزده در خونه ما رو زدن، من رفتم دم شاروخه و با یک حالت به اصطلاح عصبانی گفت من دیشب تا صبح نخوابیدم و به فکر تو بودم، تو اگر میخوای با اعلی حضرت و آقای علا و دربار و امثال هم رفت و آمد داشته باشی برو پیکانت، منو با تو کاری نیست. اگه میخوای با امثال ما و دوستانمون سر و کار داشته باشی سرت بنداز زیر برو شرکت دفتر برای کاره. و من اونجا دی کتابم گفتم که من سرم انداختم زیر و رفتم دنبال کار. دنبال کاره. خب ولی به هر حال این مسئله رفتن شما به کمبریج و بعد بازگشتشون دوره شما در ایران که بودید همینطوری گفتیم در کنسرسیوم کار میکردید و متکمکان اون به اصطلاح اون فضای درسی که شما داشتید از طریق ترجمه و غیره ادامه دادید. البته ترجمه کار اصلی ترجمه‌تون بعد از بازنشستگیتون بود که بهش می‌پردازیم الان. ولی شما یک بورسیه دیگه اونجا گرفتین، بورسیه راکفلر که شما رفتین که قرار بود که برین در کمبریج رسالتتون رو به اصطلاح ویراستار بکنین برای چاپ و بعد شش ماهش هم برین اصلا در دانشگاه امریکا و سخنرانی و از این حرفا که شما اون رو هم گرفتید و برها منجر به این شد که رسالتتون هم ویراستار بشه و چاپ بشه. ولی خب دیگه سالها در انگلستان موندین آقای کامشاد. حالا من علت این که همین رو با عجله دارم مرور میکنم به اینکه برسیم به بخش اصلی کارتون، یعنی در واقع زمانی که دیگه از شرکت نفت بازنشسته شدید و در واقع کار اصلی شما و پرکاری شما از طریق ترجمه شروع شد. شما تا حالا بیش از 30 کتاب ترجمه کردید به غیر از کتابی که خودتون نوشتین مثل حدیث نفس و اون کتاب رسالتتون و غیره. یعنی قبول دارید که در واقع پرکاری شما از بعد از بازنشستگی شروع شد؟ بله کاملا. یعنی چه چیز، یعنی چه انرژی، چه نیرویی برای شما بود که برحال؟ آره من اونجا اگه یادت باشه توصیف کردم که روزی که بعد از انقلاب، 4 سال بعد از انقلاب ما اون موقع مأموریت لندن داشتیم و یه مشارکتی با بی پی در امور کشتیرانی داشتیم و از این حرفا. ولی 4 سال که گذشته بود یک نامه بر من اومد و بازنشستگی قبل از موعد اعلان شد و من فردا صبحش وقتی از خواب پا شدم مدتی تو تخت خواب همطور نشسته بودم و تاق رو تماشا میکردم و به خودم گفتم خب حالا چی؟ حالا چیکار کنم با خودم چیکار کنم؟ من در زندگیم هیچ وقت بیکار نبودم. همیشه به اصطلاح یه کاری سرگرمی غیر ازالک داشتم و واقعا اون روز در مونده بودم که خب من امروز رو چه جوری به شب بگذارنم و با خودم چه کار کنم. اینه که صبحونه و لباس پوشیدم و آمدم از خونه بیرون و لنگان لنگان رفتم تا رسیدم به گفتم اونجا ترافالگو سکویر و بعدم نشنال گالری رفتم بالا اونجا و ایسا دادم. حالا دو وارد اون جزئیات دیگه نمیشم ولی این مسئله برام مطرح بود که خب حالا من با خودم چه بکنم و چه جوری وقتم رو بگذرونم و صادق چوبک بهش اونجا برخوردم
پیش گفتم، گفتم امروز روز اول بازنشستگی منه، نمیدونم با خودم چیکار کنم، که گفت بیا سوت دلون گرد همایم، خودش هم بازنشسته بود، خودش هم نمیدونست باهاش شکار بکنه. گفت به هر حال من یک تو کار از تو دیدم، تو این استعداد رو داری، میتونی از این استفاده کنی، برو یه چیز ترجمه کن، یه چیز پیدا کن ترجمه کن. و من از اونجا شروع کردم به فکر کردن. ترجمه که دیگه ادامه هنوزم ادامه داره. که هنوز هم در 90 سالگی آره. تعبیری ادامه داره. بله. این شما کار ترجمه‌تون به خصوص ترجمه شما به علت تسلطتون بر هر دو زبان انگلیسی و زبان فارسی یک ترجمه شسترفته‌ایه که بسیاری از نویسنده‌ها که کتابشون به زبان انگلیسی می‌نویسن خودشون به شما مراجعه می‌کنن که مثلا خواهش می‌کنن که کتابشون رو ترجمه کنن، برای که خیلیشون از این بابت راحته. حالا تو کار ترجمه شما متون زیادی ترجمه کردین آقای کامشاد، یعنی از مطالب تاریخی گرفته تا مطالب بسیار بغرنج فلسفی و همه اینا. طی این ترجمه‌ای که کردین مشکل‌ترین کاری که شما برداشتین برای ترجمه کدوم بوده به نظر شما؟ به نظر من قبله عالم بود. آها. قبله عالم رو امانت نوشته که استاد دانشگاهه و علتش هم این بود که قبله عالم چون زندگی ناصر شاهه به زبان به اصطلاح قاجار نوشته شده و نقل قول هایی که اونجا هست از کسانیش که در دوره قاجار زندگی میکردن و بنابراین یه مقداری سنگین تر از نسل امروز فارسی هست. اگه میخواست این رو ترجمه کنی و این نقل قول ها رو که نمیشد اونها رو که دیگه از انگلیسی ترجمه کرد مجددا بایستی میرفتی اصلش رو پیدا میکردیم از متن اصلی میگفتی و بعد اگه اون زبان مثلا زبان اون روز رو به کار میبردی این طرفتر نصر خودت رو میخواستی بگی نمیخوند با هم دیگه، دو زبانه میشد کتاب در واقع. بنابراین منم سعی کردم یه مقدار نصرم رو نصر قلیستر و سنگینتر و بسلا در واقع کار شاق بوده دیگه، شما هم بایستی اون نصر رو منتقل میکردی؟ این کار خیلی شاق بود و بعد پیدا کردن اصل این مدارک و اونجا گفتم که بسیاری از کار مثلا نامه های ناصرالدین شاه و غیر ازالک، امیر کبیر و ناصرالدین شاه روزها با هم دیگه یه پته کاغذ کوچیک روش نوت می نوشتن، یادداشت می نوشتن، بر هم از اندرون به مثلا بیرون می فرستادن و اون جوابش رو می نوشت روی کاغذ. اینها رو دکتر غنی جمع آوری کرده بود که تا این آخر پرلو سیر و سرانی پسرش بود و به دانشگاه ییل به اصطلاح به اونا سپرد. خلاصه خب اینها رو توی کتاب امانت ازش نقل شده منتها به انگلیسی، بایستی میرفتی و اینها رو فارسی شو پیدا میکردی و دیگران را. بنابراین من به کتابخانه بریتانیا که سر زدم اونجا با تشریفاتی اول با چه مقدماتی بالاخره اینها رو در اختیار ما گذاشتن، منتها یه نفر میمد دستکش سفید به دست ما میکرد، اون بالا سر میستاد و من اینها رو ورق میزدم و پیدا میکردم و یادداشت برمیداشتم از روش. خب اینها همه برای ترجمه کتاب لازم بود این کارها بشه و شد و کتاب البته 7-8 سال طول کشید تا به چاپ رسید، ولی چاپش نسبتاً چاپ خوبی است. خب حالا وقتمون تقریبا تموم شده آقای کامشاد، ولی حتما میخوام این سوال از شما بکنم سر مسئله ترجمه، برای اینکه ترجمه ظاهرا یک بلبشویی شروع شد بعد از انقلاب در ایران، از ترجمه های بی رویه، ترجمه توسط کسانی که زبان بلد نبودن. شما در کتاب مترجمان خائنان به مقداری به این مسئله اشاره میکنید، از جمله ترجمه از رساله خودتون شده بود که موارد متعددی میاری که بعضیشون واقعا مضحک به نظر میاد، این چیزایی که ترجمه کردن اینا. اصولا وضعیت ترجمه ایران رو امروز چطور میبینید در داخل کشور؟ دو کلمه بگم که رساله من دو تا استاد دانشگاه سبزوار ترجمه کرده بودن، ولی واقعا با اون چیزی که من نوشته بودم به انگلیسی اصلا هیچ وقت نمیخوند. بنابراین ناچار شدم خودم بشتم و یه بار دیگه نوشته خودم رو به انگلیسی به فارسی ترجمه کنم که خب ترجمه بدی هم از آب در نیامده. علت اینه ما در ایران طبقه تحصیل کردمون رو به رشده، همینطور میبالد به اصطلاح و تعدادش اضافه میشه. اینها اغلب کار ندارن، بیکارن، بنابراین به فکر میفتن رفتن دانشگاه یک کمی مقدمتا زبان انگلیسی فرض بکنه خوندن،
فارسی تا حدی میدونن، به فکر میفتن که خب حالا که کار دیگه ای نداریم اقلا بشتیم یه چیز ترجمه کنیم، میرن یه کتابی که خوندن و دلشون هم نشسته البته، شروع میکنن به ترجمه کردن، منطقه مثلا لم این کار را نمیدونن، زبان به اندازه کافی نمیدونن و اون چیزی که از آب در میاد یک مثلا مرغمه عجیب و غریبی است که نه فارسی سلیسی دارد نه فهم درستی از مطلب مثلا پیدا شده و این رو کارش نمیشه کرد. ببین وقتی که فکر میکنید که در یک کشور 70 میلیونی کتاب که داره چاپ میشه الان در 500 نسخه چاپ میشه یا منتها 1000 نسخه چاپ میشه، خب این دلیلش اینه که خوانندگان هم تا حدی به اصطلاح زده شدن از این ترجمه ها و از این کتاب هایی که در میاد. ولی خب هستن احتمالاً کسانی که علاقه مندن و دوست دارن کار ترجمهشون رو بهتر بکنن و به هر حال مترجم واقعی بشن در این، چون ترجمه خوبی هم صورت میگیره. حالا به اون دسته از جوانایی که دوست دارن کار ترجمه رو جدی بگیرن و دنبال بکنن، شما به عنوان یک آدم بسیار با تجربه، یکی از بهترین مترجمای امروز ایران، چه توصیه براشون دادید؟ عجله نکنید، عجله نکنید که کتابتون حتما فردا چاپ بشه و در دسترس عموم گذاشته بشه و شاهکار ادبیات شناخته بشه. بشینید به دقت بخونید، بازخوانی بکنید، وقتی که مطلب رو فکر بکنید کاملا حذف کردید به فارسی، به انگلیسی و غیر و ذالک، اون وقت شروع کنید به اصطلاح برای خودتون، اصلا خیال چاپ نداشته باشید، برای خودتون به اصطلاح این رو چک نویس بکنید و بعد اون رو روش کار بکنید و ویراستاریش بکنید و بیشتر بیشتر بهش کنید. اون وقت وقتی که فکر میکنید دیگه تمام هم و غم و کوششتون رو به خرج دادید، بدید به آدمی که اهل قلم باشه، یه آدمی که قبول دارید که این کار باشه، یه نگاهی بهش بکنید ببینید اون قضاوتش چیه. بعد از همه این مراحل اون وقت این رو تازه به دست ناشر بسپارید و ببینید ناشر چی میگه. اغلب ناشرهای معروف این دوره ویراستار دارن و ویراستارهای بسیار حرفه‌ای دارن و آنها میتونن کتاب رو کاملا سر و صورت و سامانی بهش بدن. خیلی متشکرم آقای حسن کامچا از شرکتتون در برنامه. ممنون از شما.